سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و دوستان عزیز خوش آمدین به ویدیو نو انشالله که همه شما در امن صحت جان و جور سلامت باشین هر جایی که باشین ویدیوی امروز در مورد هست چرا مردم به اسلام رو می آورند دلایل واقعی مردم برای انتخاب اسلام پس از دقیقات فراوان بهترین پاسخ ها برای این سوال جذاب اول درست احساس می شود دین اسلام چگونه یک خدا یک کتاب یک پیام و یک پیامبر آخر که معارف او به مربوط به دهه شیصد است در حال حاضر معجزه آسای ثابت شده است مسلمان شدن احساس می شود آخرین مرحله برای رسیدن به صلح واقعی منطقی است که خالق را به تنهایی پرستش کنه و نه خالق او را دو در این رابطه مستقیم با پروردگار متعال آرامش وجود دارد بدون نیاز به اعترافات خصوصی یا موبدان و بدون نیاز از نجات اسلام دین ارتباط آزاد و صادقانه با خداست اینجا هیچ واسطه ای وجود ندارد زیرا خداوند دانا افکار و اصرار شما را میداند او به دعاهای شما گوش می دهد و تنها کسی است که می تواند ذهن شما را باز کند و قلب شما را نرم کند این مفهوم تسکین دهنده احساس خسته کننده احساس تنهایی ما را از بین میبرد سیام خشونت صحنه ای که نشداری است به جای رسیده که مسخره آمیز شده است این دلیل ممکن است که عجیب به نظر برسد هما با من همراه باشد حمله با ما به دلیل چند افترایی که خود ما آنها را محکوم میکنیم مشکوک به ثابت رسیده است حملات عدم تحمل به همه مسلمان ها مانند طوفان رعد و برق است اسلام را مقصر این کشتار می دانند و هرگز فرصت برای توضیح نمی دهند نفرت یک جانبه یک طرفه قابل توجه است اگر این واقعیت بود که تقریبا دو میلیارد مسلمان ها الحمدلله تعلیم داده شده است یا می شود که کشتن غیر مسلمان دروازه وارد بهشت آنها است آنها در کمترین زمان متحد می شدند و بقیه مردم را پاک می از جهان این واضح است که چگونه بسیار از نهادهای سیاسی با استفاده از رسانه های سعی در تخریب چهره اسلام دارند زیرا آنها توسط قدرت آن تهدید می شوند شهروندان متوسط در نهایت در حال دیدن این تره ها و تصمیمگیری خود هستند چهارم بالاخره بسیاری از مسیحیان رمز را شکستند و اگر کتاب مقدس را با دقت بخوانید همه شما هم می توانید آن را کشف کرد و خواست خدا انشالله این برای بسیاری افشاتکان دهنده هست که میدانند که عیسی در هیچ کجا کتاب های مقدس نمیگوید که او خداست در حقیقت اولین فرمان از ده فرمان در کتاب مقدس واضح میگوید هیچ خدای دیگر پیش از خدا نداشته باشید قرآن کریم هرگز تغییر نکرده و هرگز تا آخر زمان تغییر نخواهد کرد این واقعیت خصوصا برای کسانی که به شدت به دنبال حقیقت هستند بسیار دلگرم کننده و جذاب است میلیون ها نفر در طول قرون گذشته و از سراسر جهان کل کتاب را به یاد آموخته اند 6236 آیه کلمه به کلمه و حرف به حرف یاد شده اگر این معجزه نباشد نمیدانم چیست برخی از افراد قصد دارند مطالعه قرآن کریم را تنها به اصابت غلط بودن آن برسانند اما در کمال تعجب تبدیل به مذهبی میشوند که کاملا متقاعد شدهاند احکام اسلام همه بر اساس منطق، اخلاق، عدالت و امور قلب است و بر خلاف عقاید رایج، ارکان و عملکردهای اساسی به واضح ثبت شده است و سختی جای برای سردرگرمی وجود دارد صادقانه بگویم مهم نیست که چی دلایل وجود دارد من معتقدم که یک حکمت عالی بالاتر وجود دارد که ما هرگز نمیتوانیم آن را کاملا تصور کنیم بخش از ما همیشه تعجب خواهیم شد که چرا بعضی از قلب ها به پیام آخر باز می شود و چرا دیگران توسط آن دفع می شود چرا عمر ابن الخطاب دشمن سابق اسلام اکنون در کنار پیامبر مصطفی صلی الله علیه و عزیز ما به خاک سپرده شده است و در حالی که ابو طالب کاکای خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلام یک کافر درگذشت ما هرگز به طور کامل نخواهیم فهمید که چرا برخی این ایمان را رد می کنند حتی اگر شخصا یک میلیون دلیل و شگفتهی خاص را تجربه کنند و چرا دیگران فقط با یک علامت تصادفی که اگر بگویم از آن استقبال می کنن. در قرآن قریم سوره القصاص ترجمه است زمان نقل قول آیه آشنا قرآن که اکنون در ذهن شما می پیچد وجود دارد بله من هم فکر می کنم پس بریم مثل که پیشتر گفتم به همین سوره سوره القصاص آیه 56 بسم الله الرحمن الرحیم ترجمهش از همان ای محمد تو کسی را که دوزداری هدایت نمی کنی بلکه خداوند هر کسی را که بخواهد هدایت می کند و او بیشتر از راهنمایان درست آگاه است این باز هم آیه از قرآن شریف سوره القصاص آیه 56 بود برای همه کسانی که هرگز این دین زیبا را به ارست نبردن اما در واقعی مانند یک گوهر نادر به دنبال آن بودند من نمیدانم برای غلبه بر چنین چالش های چی نو قدرت معنوی لازم است و نمیدانم اگر مسلمان ها متولد شده بودن نیز می توانستن همان کار را بکنند که در موقعیت شما قرار بگیرند تنها چیزی که من میدانم این است که ما برای چیزی که به دست می آوریم ارزش قاهل هستیم و زیبایی موجود در آن را بیشتر می دانیم به عنوان مسلمان های نو شما باید دنیا را از دریچه دیگر ببینید شما احتمالا نورها و رنگهایی را میبینید که ما حتی نمیدانیم در این زندگی وجود دارد تنها چیزی که من میدانم این است که مسلمان بودن پرچسب ندارد که به آن چسبیده و از آن فرار کنیم برخی از غیر مسلمانان به تمام دلایل غلط تغییر دین می دهند و برخی از مسلمان ها پس از قرار گرفتن در مسیر درست مرتد می شوند. برخی از غیر مسلمانان ایمان ما را حتی بدون اینکه بدانند انجام می دهند و در حالی که برخی از مسلمان ها باید به اسلام رو آورند و شروع به یادگیری دین خود کنند. واقعیت این است که زندگی بیش از این زندگی هست و فقط وقت تسلیم پروردگار با شکوه می شوید که شکوه همه را احساس خواهد کرد با خانواده مسلمان همیشه در حال رشد من این پیام من است برای شان دعا می کنم که خانه های جدید خود را در قلب ما از طریق دعاهای ما و در عشق و پشتیبانی ما پیدا کنید و خداوند ما را برکت دهد و به همه ما کمک کند آمین یا رب العالمین شالا که همه ما یک چیز نو یاد گرفته باشیم فراموش نکنین این ویدیو را با حسن نیت و دیگران به اشتراک بگذارید و ویدیوهای دیگر هم در این چنل گوش دهید و به دیگران هم بفرستید تا ویدیوی بعدی روز خوش وقت خوش سلام علیکم